یعنی چه کار میکنن که سیگنال اصلی رو میان در خروجیشون فرض کنید سیگنال اصلیه میان استیت میکنن، یعنی دوتاش میکنن. خب این سیگنالی که دوتاش میکنن دومی رو خارج از فاز میکنن، یعنی پولاریتش برعکس سیگنال اول میکنن. دستگاه رو از سیگنال شما یک کپی میگیره و دوباره اون کپی رو شیفت میکنه، برعکس میکنه فازش رو، پولاریتش رو معکوس. خب یعنی یک لاین من میشه سیگنال اصلی، یک لاین دیگه من میشه سیگنال اصلی که ریورس شد. خب این تا اینجا شد سه تا کانکشن دارن دیگه، یکیش هم که سیگنال برگشتیه که همون ما بهش میگه ارتس دارن، راوندش زمین میشه. خب حالا این سیگنالی که میره طبعا نویز میگیره. وقتی ما به مقصد میرسه، به اون دستگاه بعدی میرسه، ما چی داریم؟ سیگنال به علاوه نویز. سیگنال دومی هم که فلیپ شده است، برعکس شده است، پولاریتش معکوسه، اون هم نویز میگیره. پس چی میشه؟ باز این هم میشه سیگنال به علاوه نویز. البته سیگنال فلیپ شده به علاوه نویز. وقتی به مقصد رسید، یعنی اگر اینجا باشه آوتپوت یه دستگاه، این بر باشه اینپوت دستگاه دیگه، در مقصد این دوتا چی میشن؟ دوباره باید معکوس بشن. یعنی دستگاهی که اینو داره میاد چیکار میکنه؟ دستگاهی که ورودی بالانس داره میاد سیگنال به علاوه نوع، سیگنال فلیپ شده به علاوه نوع، سیگنال برعکس شده به علاوه نوع، یک بار دیگه برعکس میکنه. در نتیجه وقتی برعکس بشه این دوتا چی داریم؟ خود سیگنال اصلی، خود سیگنال اصلی به علاوه چی؟ یه سیگنال اصلی دیگه منفی نویز، چون نویزه این دفعه برعکس میشه. سیگنال اصلی من که سیگنال رو به علاوه این نویز، جمع این دوتا چی دقیقا؟ نویزا هم دیگه رو فونسا بکنن و ما فقط سیگنال خواهد داشت. اینی که شما این سیگنال کاملا تمیز دارید، وقتی که شما در اینپوت سیستم بعدیتون سیگنال میگیرید، نویز حذف میشه. میشه به خاطر اینکه نویزی که در طول مسیر به سیم شما اضافه شده، به کابل شما، به سیگنال شما، یک بار دیگه پولاریتش برعکس میشه، میشه منفی نویز. به نویزی که جمع شده بود تو سیگنال اصلی همدیگه رو خنثی میکنن و فقط سیگنال خواهیم داشت. دومه فاز ریورسی به خود کار سیگنال فکر کنم نه سیستمش تقریبا همون سیستمه، ولی اصلا کاربردش کاملا متفاوته. به خاطر همین دستگاهایی که ورودی خروجی بالانس ندارن، اگه شما یک کابل بالانس هم بهشون بزنید، چون